پانزدهم ماه اسد روز بازگشایی دروازه های نهادهای تحصیلی کشور بر روی دانشجویان. اینجا در تخار پس از 4.5 ماه رخصتی به خاطر بیماری کرونا، درب دانشگاه تخار نیز بر روی دانشجویانش باز گردید. رئیس دانشگاه این ولایت میگوید دروس حضوری دانشجویان دانشگاه تخار با در نظر داشت راهنمودهای وزارت صحت کشور آغاز شده است و آنان به خاطر دروس حضوری دانشجویان و مبارزه علیه بیماری کرونا آمادگی کامل دارند. و دانشگاه تخار هم که امروز شما شاهدش هستین، ما درس را آغاز کردیم و ما امروز هم که با دانشکده های مختلف رفتم، خودم جلسه گرفتم به خصوص دانشکده شرعیات، برای همهشان گفتیم که هیچ دانشجو را بدون ماسک و بدون شستن دستشان وارد صف نشوند. پوهنمل خیرالدین خیرخواه تاکید میکند نظر به فیصله وزارت تحصیلات عالی کشور، دانشجویان 8 هفته آموزش خواهند دید و پس از آن آزمون نهایی از دانشجویان گرفته می شود. وی از دانشگاهیان تخار می خواهد تا هرچه عاجل به دروسشان رسیدگی نموده و از این فرصت کم بیشترین استفاده را نمایند. نظر به فیصله ای که صورت گرفته، 15 اسد درس ها شروع شده و حدودا 8 هفته ما درس می خوانیم، بعد از اون امتحان های نهایی را می گیریم و به اساس این طرح پیشنهادی و ما فقط تنها امتحان نهایی سمستر دوم را در سال 1400 می گیریم. در غیر از اون برای این سال یک سال مکمل تحصیلی را که 2 سمستر باشه انشاءالله با در بر خواهد گرفت و به پیش خواهیم رفت. در این حال شماری از دانشجویان در حالی که از بی‌توجهی همصنفی هایشان نسبت به آغاز دروس حضوری دانشگاه ابراز تأسف میکنند، اما از آنان میخواهند با حضورشان در دانشگاه فرصت هایی از دست رفته را جبران نمایند. خواست ما از تمام مسئولین ای است که در وقت زیادی که ما از درسای حضوری من دور بودیم و نتونستیم به درسای حضوری من دسترسی پیدا بکنیم و ادامه بدیم، خواست ما ای است که بیاین درسشان را شروع بکنن و طبق امو پلان یا پروتکلی که وزارت تحصیلات عالی در نظر گرفته شده بیاین درسای ما را ادامه بدیم تا به مو اسرع وقت به درسای ما را ختمه بدیم. این در حالی است که با شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور نهادهای تحصیلی و تعلیمی تعطیل شدند، اما با کاهش این بیماری کابینه کشور تصمیم گرفت تا نهادهای تحصیلی دروس حضوریشان را آغاز نمایند، اما هنوز هم دروازه های نهادهای تعلیمی کشور بر روی دانش آموزان بسته است و کابینه کشور در پیوند با آغاز دروس حضوری دانش آموزان معارف تصمیم نگرفته است.